استاد محمد رضا شجریان درگذشت. این خبر طبق شنیده ها از منابع موثق تایید شده است. ساعتی پیش استاد محمد رضا شجریان در بیمارستان جمع تهران درگذشت. شجریان شب گذشته و بر اثر وخامت بیماری به بیمارستان جمع در تهران منتقل شد. از شب گذشته خبرهایی درباره درگذشت ایشان منتشر شده بود که امروز تمامی این خبرها از سوی تیم پزشکی بیمارستان تکذیب شد. اما ساعتی پیش طی یک خبر موثق خبر درگذشت ایشان تایید شده است. استاد شجریان در 1 مهر ماه سال 1319 در مشهد متولد شد و در 2 اسفند ماه 1398 و در 79 سالگی درگذشت. محمد رضا شجریان استاد بی‌بدیل آواز ایران بود که طی نیم قرن جاودانه‌های بزرگی در موسیقی ایران خلق کرده است. طبق آنچه اساتید و کارشناسان موسیقی باور دارند، استاد محمد رضا شجریان صدای بی همتای یک قرن گذشته موسیقی ایران بوده است. او کار حرفه‌ای‌اش را با تلاوت قرآن و در دهه 30 شمسی آغاز کرد و در دهه 40 شمسی به تهران آمد و موسیقی را نزد اساتیدی چون احمد عبادی و اسماعیل مهرتاش فرا گرفت. در دهه 50 شمسی سنتور نوازی و ردیف آوازی ایران را نزد استاد فرامرز پایبر آموخت و در مکتب اساتیدی چون نورعلی خان برومند با شیوه آوازی سید حسین طاهرزاده آشنا شد. اون همچنین ردیف آوازی رو در مکتب استاد عبدالله دوامی نیز آموخته است. استاد شجریان به احترام پدرش که از قاریان معروف مشهد بودند و می‌خواستن خاندان شجریان با خواندن قرآن شهرت داشته باشند، با نام سیاوش بیدگانی آثارش را ادامه می‌کرد. اما در دهه 50 با اجازه پدر نام شجریان در آواز ایرانی شنیده شد. او بعدها و در اواخر دهه 50 به گروه چاوش پیوست که قطعه مشهور سپیده ایران ای سرای امید برای همان دوران است. محمد رضا شجریان پس از انقلاب هم به فعالیتش در زمینه آواز ایرانی ادامه که عمده فعالیت‌های او به همراه پرویز مشکاتیان، آهنگساز صاحب سبک و نوازنده چیره دست سنتور بود. شجریان در دهه 80 به همراه استاد حسین علیزاده و استاد کیهان کلهور و پسرش همایون شجریان تور کنسرتی رو در اروپا و امریکا برگزار کرد که حاصل آن چندین آلبوم موسیقی هستش. در اواخر دهه 80 شمسی محمد رضا شجریان به دلیل پخش آثارش رو از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرد و از آن تاریخ دیگر موفق به برگزاری کنسرت در ایران نشد. اما فعالیت‌های او در نقاط مختلف جهان ادامه داشت. در دهه 90 دچار بیماری سختی شد که برای درمان به امریکا رفت و مدتی رو اونجا سفری کرد و سپس در حالی که گفته میشد حال جسمانی او بهتر است به ایران بازگشت. او بارها به دلیل وخامت بیماری در بیمارستان بستری شد که تا این ساعتی پیش رو در روز جمعه 2 اسفند 1398 چشم از جهان فرو بست.